ساعت 10:30 به وقت لس آنجلس. خب به شما قول داده بودیم که در این قسمت از برنامه بریم سراغ کامرون کارتیو. رایل این ارتباط برقرار شده؟ بله، عجب ارتباطی. خلاصه مژده به تمام دوستداران و طرفداران کامرون کارتیو عزیز، ما ایشون رو الان روی خط داریم. خیلی خوشحالم از طرف خودم و همه طرفدارانتون سلام میکنم خدمتتون. سلام. سلام رایل جان، خیلی خوشحالم که توی این برنامه‌تون هستم. مهران جان عزیز سلام. که دوست قدیمی منه. سلام عزیزم، خوبی؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من خوبم، تو داری مده؟ خوب، هیر ده لگت، هیر ده لگت، تک دیت برامه. خب من و مهران جان جفتی از سوئد اومدیم، بعد خلاصه یه زبون مخفی داریم، اونم اسمش سوئدیه. میبینم که چقدر از سوئد چه جوونا و هنرمندان خوبی از سوئد در اومده. عجب آبش بکنم خوبه. بله، هنرمند پروره. توی تو مغازه های مدرسه شه پروتئین کریتیویتی میریت. آره، ایرانی ها خیلی از کسای دیگه هم که از سوئد اومدن همشون واقعا خیلی هنرمنده خوبی هستن. خیلی از هیتایی که میشنویم مال آمریکایی، مال آریانا گرانده، دی ویکند، اینا خیلی هاشون آهنگسازاشون و پرودوسرشون سوئدی هستن. زیاد 100% چیزی توی این قضاها ریختن. تو شد بولارشون چند تا مهمون برنامه داشتیم که اونا هم از سوئد اومده بودن. خیلی از هنرمندای عزیز رو میشناسیم که اونا هم سوئد بودن و این که شما کاملا درست میگین. حالا راهل میدونی که من سوئدی، حالا فهمیدی سوئدی چی گفتم به کامرون؟ پشت من فقط امیدوارم که چرا گفتم کامرون جان اگر راهل خوب نبود آخر برنامه اخراجش میکنم. به خدا من ایشون رو آخر اخراج میکنم. من آخر این پروندهشو میذارم زیر بغلش. مهمونا مسابقه سنگار بود. آره، یه بلغه مسابقه اخراج. بابا ما اومدیم یه رادیو زدیم، اصلا بیا ول کن مسابقه، من با شما درد دل کنم کامرون جان. ما یه رادیو زدیم، گفتیم ایشون بیاد اینجا با هم صحبت کنیم، بلکه بر ما شد بلای جون من کامرون جان. چه کنم بلد درشم. خیلی باحالی، رادیو میخواد صاحب بشه، چی کار کنیم. خلاصه فهم کنم اینو بینید توی جلسه دیگه یه ساعته بذاریم کانسلتیشن با هم داشته باشید. بریم سراغ هنر تو، بریم سراغ برنامه هات. سوال داریم، کلی پیام اومده، کلی ازتون خواستن که بابا شما که با اولین آهنگتون اینقدر ترکوندین و دیگه تو دنیا فکر کنم جهانی معروف و مشهور شدیم، چرا انقدر کمپار شدیم؟ و یه دونه یه ذره توضیح در مورد اولین آهنگتون بدین تا بریم سر دومین آهنگتون. همین روما اولی بوده دیگه نه؟ بله مهران جان. رایل جان ممنون از سوالت. من خیلی کریر خیلی خوبی داشتم، شروع خیلی خوبی بودش برام. اولش هم با همین آهنگ روما درست شده بود که این آهنگ رو من تو اتاق خواب پدر مادرم نوشتم، راستش زیر پتو، یعنی صدا نه که نه یا تو میکروفون، پتو انداخته بودم رو سرم. اینو وکالش رو ضبط کردم بعد گوش دادم دیدم چقدر قشنگه و همینجوری بدون اینکه کلام روش اومده باشه این شبیه آهنگه. خلاصه احساس میکنم اینو خدا در وجودم گذاشته بود. من در ازم خدا رو خیلی دوست دارم، خدا در وجودم گذاشته بود که اینو از تو دهن من بیاد بیرون. بعد این آهنگو درستش کردم، تا چندین ماه هم برای هیچ کی پلیش نکردم چون خیلی برای خودم هم عجیب بودش که یه آهنگی باشه که بدون هیچ زبونی باشه. بعد شروع کردم که برای بقیه گذاشتن، گفتن چه آهنگ خوبیه و بعد داستانش هم توضیح دادم، گفتن چقدر داستان قشنگی داره. بعد در همون موقع من یک منیجر خیلی خوبه به نام سیما لن هیل میت کردم، بعد این که ایرانی هم هستش، اسم هستش همایونه. بعد این آقا منو خیلی کمک کرد و گفتش این آهنگو من هیت میکنم. گفتم باشه. بعد خلاصه اینو فرستادن برای مسابقه یوروویژن
یوروویژن به سوئدی هم هست ملودی فستیوال. آره. اینو فرستادن برای اونجا از طریق کانکشن‌هاشون و این آهنگ اومد تو بین توی مسابقه بزرگترین مسابقه موزیک دنیاست. آره یوروویژن. آره درسته. بله بعد اینجا از این طریق که این آهنگ اومد تو بعد دیگه خیلی درا برام باز شد. بعد با کمپانی سونی قرارداد نوشتم، قرارداد آلبوم و چند تا میوزیک ویدیو و این آهنگای من توی دنیا پخش شد و این دلیل شدش که اینقدر موفقیت برای من بیاد. خدا رو شد واقعا. بله و در این مسابقه هم خوب پیش رفتش، خیلی چیز جالبی بود برام و به خاطر همین این آهنگ رومان که برای من در باز کن بود، خدا در رو برام باز کردش، من تونستم کل دنیا رو بچرخم، تو کشورهای مختلف ایرانی بودن و مطرح کنم که من از ایران اومدم. در اون زمانم که 15 سال پیش بود با ایران یه ذره خیلی شکل و روی خوبی نداشت اون جایی که من میرفتم، اما اینجوری من میتونستم نشون بدم که ایران کارهای خیلی خوبی هم داره، فقط اینه که باید دیده بشه. امبسادور، یه جور امبسادور شده بودم توی تلویزیون اسپانیایی، آلمان، هلند. بله خلاصه بعد آهنگ بعدی که آهنگ هنا بودش. خب من میخوام بگم چرا اون روش و اون جوری که این رمان رو خوندی ادامه ندادی به اون سبک، چرا استاپش کردی؟ استاپش کردیم به خاطر اینکه یک گفتم اینو احساس کردم در اون لحظه خدا گذاشت تو وجودم. خوب. من خودم به زور این کارو نکردم. دفعه‌های بعدش میخواستیم این آهنگ یونیک بمونه، آهنگای دیگر اینجوری چیز نکنیم، میخواستیم همین این خودش تک بمونه. و یه ذره هم راستش امتحان کردیم اما به اون قشنگی که باید میشد نشد. اتفاقا هنا آهنگش اول به اون زبون نوشته شده بود اما خیلی درست. اونجوری خوب نبودش. بعد خلاصه زبون فارسی رو واقعا روش گذاشتیم که بعد درسته. اینم داستانی داشتش هنا. آره این داستانش رو خیلی از ما پرسیدن که آقا این یه داستان خیلی جالب و باحال داره، ما میخوایم ببینیم اول داستان از زبان شما بشنویم بعد بدونیم که آیا حقیقت داره یا نه. میگن عاشق یه دختری بودی اسمش هنا بوده. حالا حقیقتش دیگه توش نمیرم، میخوام یه ذره میستری بمونه، اما این داستانی که هستش، این داستانی که این آهنگ برای یک کسی خونده شدش که بله درست آشنام بودش، با همسایه بود. بعد این خالد خوشش میمد و دیگه به خاطر شرایطی دیگه از هم دور شدیم و اینجوری تونستم این آهنگ و این داستان و این آهنگ برای خالد فرستادیم، اونم خوشش اومد از آهنگ و از هیستوری این آهنگ. دموشو گوش داد، گفتش بله من میام اینو میخونم که قسمت های خودش خود خالد ملودی و شعرش رو نوشته و دیگه تموم شد. دیگه من خودم باورم نمیشد که با خالد، چون من خالد خودم خیلی دوست دارم، خیلی خواننده خوبیه، مخصوصا آهنگ آیشاشو که خیلی عاشق این آهنگم، بچه بودم گوش میدادم و یه دفعه با این هنرمند خوب داشتم دو صدای میخوندم باش لایف پرفورمنس داشتم. بله. برای من، برای خود منم خیلی قابل باورم نمیشد که روی صحنه وایسادم بغل خالد، یه صحنه وایساد. خب ارتباطمون با کامرون یه لحظه قطع شده، اجازه بفرمایید الان دو مجددا بحث خواهد شد. همین آهنگ رو با هم دیگه بشنویم، همین آهنگ رو که خیلی هم قشنگ و خوبه. مشطوب معها تزول كل هموم، هذا حظي بور توجور وما يعيبوني فيها، قلبي منها مشطوب معها تزول كل. خوب کامرون جون داشتی از خالد میگفتی که ارتباط تلفنی مو قطع. خوب بله خلاصه من با خالد که برنامه اجرا میکردم مثلا باور نمیشد با هنرمندی به این بزرگی که من اول بچگی داشتم بغلش وایسادم. یکی از برنامه هامونم تو اوپنینگ سرمونیه
یورپین چمپینشیپ بودش که توی خیلی کشورها برادکست داشت میشد. 100,000 نفر آدم جلومون بایستده بودن و خالدم بغلم بود، یعنی اون بهترین لحظه هنری زندگیمه. به به، ازش فیلم هایی نداری؟ تو یوتیوب هستش، تو یوتیوب هستش، تو یوتیوب هست، بزنی کامرون کارتیو هنا لایف میادی. بذار رو اینستاگرامت هم بذار، اینستاگرامت رو خیلی ها میان میبینن و دوست داریم اینستاگرامت رو نگاه میکنیم، دنبالت میکنیم تو اینستاگرام. البته نه که دنبالت کنیم همینجوری تو اینستاگرام دنبالت میکنیم. اتفاقا یه ماشین دیدم این پایین های میچرخه، من هم آره خودشه تو اینستاگرام هست اما تو ماشین هم هست. حتما این کار رو میکنم. بسیار خیلی ممنون. خب این پس این هنا واقعیت داشت توی همین یکی بودن که در همسایگی شما بودن، که خب این سوال دوستی بود که خدا رو شکر سوالشون رو گرفتن. و سوال بعد میخواستم بدونم شما اسمتون رو چجوری انتخاب کردین، اسم واقعیتونه، چون بعضی از دوستان راهل راجبه اسمش قبل از اینکه بزن من ازش این سوال بکنم، هنا ایرانی بود یا عرب بود، کجایی بود این هنا؟ اونو دیگه نمیگم دیگه. نمیگی این داد به همه طبقه چندون بود آقا؟ کلاس چند؟ نمیگه اونا چند الان کجا چه خبره اینا؟ خب واقعا به خاطر همین ما وقت استوب بدیم آقای توکلی. و اینکه حالا اسم خود رو فعلا بپرسیم که چجوریه این اسمو، اگر که اسم خودتونه که هیچ، اگر نه که چجوری انتخاب کردین و اهل کجا این کلند، از بچگی کجا بودین، چی کار کردین، یه ذره اینجوری بیوگرافی کلی برای ما اگه میشه بگید. اسم من این اسمو یکم داستان داره پشتش و اینم هستش که خب اسم هنریه، کامرون کارتیو اسم هنریه، البته تو پاسپورتم الان نوشته کامرون کارتیو اما اسم هنریه. اسم اصلی من هستش که تو ویکی‌پدیا متفاوت با اشتباه نوشتم، اسم اصلی من هستش حمید صباحی. آه. و بله با این حمید صباحی متولد شدم و تقریبا سال 2000 بودش که برادرم تو کار هنر بود، الک کارتیو، که کلی هم میدونین چقدر من رو کمک کرد و کسای علک... دیگر رو کلی ازش تعریف کردم، خودش لجنده، خودش لجنده در جای خودش. برادرم سال 99 بودش به من گفتش درسته. من فامیلیمو عوض کردم، کردم کارتیو و چون تو برادرمی باید عوض کنی. منم تو کار هنر بودم دیگه، گفتم فامیلی که میخواد عوض شه خب یه اسم قشنگ آرتیستی هم بذارم جلوش. و یک فوتو مدل سوپر مدل ایرانی بود در اون زمان که برای لیوایس خیلی تبلیغات میکرد، اسم این کامرانه و اسمشو می نوشت کامرون. این نمیدونم لیوایس رو تبلیغاش دیده بودین، یه پسر دوتا لاستیک گرفته تو دستش. آره آره یادم میاد، یادم میاد. این پسر ایرانی بود که چقدرم خوشتیپه. این اسمش کامرون بودش و من اسمشو دوست داشتم، برای همون دیگه شد کامرون کارتیو. بعد از اون دیگه تو پاسپورت و تو شناسنامه همه چی عوض شد و دیگه بعد از اون شدم کامرون کارتیو، بعد از اونم شدم کامران کارتیو. بله بعضی هم میمونه میگفتن آقای کارتیر، میگفتم اگه بابای من کارتیر بود دیگه هیچ، از دست بالا ما چیز بودش. بابای خیلی عزیز گلی دارم، خیلی هم دوستش دارم، سلام منم بهش سلام اینجا میرسونم. راستش من مادر پدر خیلی خوبی دارم. من مادر پدرت حرف ندارن، من چندی بار اینا خیلی... دیدم باشون صحبت کردم، بسیار انسانای خوب و نازنینی هستن. ببخشید میونه کلمه دومدم ولی باید صحبت مادر پدرت رو میشد اینو میگفتم. بله کامرون جا عادت داره وقت خوبه پره. خب داشتی میگفتین از ماما اینا. بله مادر پدر خیلی خوبی دارم، واقعا خیلی خوششانس بودم که این چیز، خانواده خیلی خوب بودم، خواهر عزیزی دارم یاسمین، علک برادرم، مادرم هم و پدرم همیشه ما رو تو هر کاری که دوست داشتیم ما رو واقعا سپورت کردن از ته دل، گفتن اون کاری که دوست دارین رو انجام بدین و همه جوره به هر توانی هر جوری که تونسته ما رو سپورت کردن و این خیلی مهمه برای یه هنرمند بتونه خوب جلو بره، مورد حمایت بله حمایت قرار بگیره، چون همیشه آدم دنبال کانفرمیشن پدر مادرش هستش، حالا چه رابطه خوبی داشته باشی چه نداشته باشی، ته دلت میخوای مامانت یا بابات بگه آفرین پسرم. ما خدا رو شکر از این چیز کم نیاوردیم، ما اونم که 24 ساعت هورمون سرقه میره هنوز که 42 سالمه
با سنم گفتیم پس سنتونم که لو داده. متولد چه ماهی هستی؟ من 9 اپریل هستم و 1978 به ایرانی هم میشه 20 فروردین 1957. بسیار خوب. حالا که رسیدیم به خانواده یه چند تا سوال ازتون داشتم. اولا که میخواستم در مورد خانواده که الان دارین، آیا خانواده دارین یا بی خانواده؟ چجوریه وضعیتتون؟ نه این سوالی که میکنی میگم مردی که ببین تو رو خدا بذار اخراجش کنم یا نه شما بگو. من چیزی نمیگم. وضعیت تأهل شما راستش بدونیم که آیا ازدواج کردین نکردین، چی کار میکنین این روزا و اینکه چرا انقدر کم کار شدین، ممکنه به خاطر ازدواج شما باشه؟ خب این چند تا سوال تو سوال شروع میکنم با اولیش. من من ازدواج کردم چند سال پیش و خیلی خیلی ازدواج خیلی خوبی هم تبریک میگم. واقعا خیلی خوش شانسم که زنم و خانومم رو میت کردم. اسمش هستش دلارام اشکان پناه و دلارام. بله دلارام جون عزیز و خانواده گلشون چقدر خانواده خوبی هستن. خلاصه ما چند سال پیش توی یه گرد همایی همدیگه رو دیدیم و از همون لحظه اول I knew it. چجوری کی رفت جلو اول حرف زد؟ کی رفت جلو اول حرف زد؟ من رفتم. جو رفت جلو. تا اومد تو گفتم واه بابا. بی خلاصه رفت. همش دور و برش بودم. بعد تازه خانم هم الان میگه همیشه تعریف میگه یارم مثلا من یه جن میشستم اینجوری یواش یواش اینجوری یه صندلی که میگه بغلم. راست میگه. خلاصه خیلی خیلی من خوشحالم که همچین خانم پیدا کردم که خیلی سپورت هم میکنه. یعنی واقعا الان دلیلی که اصلا من آهنگام بازم دارم اکتیف شدم دلارامه، چون خودم یه سری فکرهای دیگه داشتم اما دلارام منو واقعا سپورت کرد که برگردم تو کار موزیک. بعد دیگه دو تا هم پسر داریم. بابام شدم. شما و به دلارام جون تبریک میگین برای اینکه اینقدر زندگی خوب و شیرین دارین و عشقتون همیشه پایدار. حالا قبل از اینکه بقیه صحبت ها رو کنین اینو ما بگیم از اینجا. لطف دارین. مرسی. سلامت باشی. خب حالا قبل از اینکه بقیه سوالا رو بکنی بقیه حرفا رو بزنی، من کامرون از خواننده و هنرمندای دیگه میشم میگن راجع به زندگی خصوصی ما سوال نکن، نگو زن داریم بچه داریم فلان اینا اثر میذاره توی کار هنری ما. درست. تو چی فکر میکنی راجع به این مسئله؟ من راستش نظرم اینه که من خودم چون زندگی خیلی خوبی دارم خدا رو شد دوست دارم اینو بتونم بگم به بقیه و شاید برای بقیه موتیویشن باشه که 100% میدونین ساکسس استوری هستش، خوبی های زندگی رو بتونن ببینن و من خیلی خیلی دوست دارم درباره زندگی شخصی صحبت کنم. حالا خواننده های دیگه یا اصلا تو این اندستری وقتی که این چیزها رو میگن یه تا یه حدی واقعیت داره، البته اونم بستگی داره میدونین آرتیست چند سالشه. اگه آرتیست 20 سالشه 15 سالشه 20 سالشه 25 سالشه شاید بهتر باشه همه چیه پرایوت لایفشون رو نگن، اما وقتی که یه آرتیست دیگه وقت و تازه هم اومده تو مارکت، اما وقتی یه آرتیست دیگه مردم میشناسنش چند سالی ازش گذشته خودش سنش رفته بالا دیگه لزومی نداره. یعنی در سن 35 به بالا به نظر من خیلی هم قشنگ و خوشگله که یه آرتیست خانواده داشته باشه و یه میره آدم توی فیز دیگه. به نظر من یه اینی که آدم دوست نداشته باشه آدم توضیح بده این چیزا رو، فنا شاید کمتر باشن به نظر من یه ذره اشتباس، اونم به خاطر اینکه اگه هنر من خوب باشه یا خیلی ها دوست داشته باشن به خاطر هنر من رو دوست داشته باشن، درسته برای شخصیتم هم امکان داره دوست داشته باشن، اما دیگه اگه زن دارم یا بچه دارم یا کسی دوست دختر داره دوست پسر داره اون نباید فرقی بکنه، چون همون موزیک رو دارم میدم بیرون، همون جوره هم میوزیک ویدیوهاشون رو درست میکنن، بچه هاشون تو میوزیک ویدیوهاشون که نیستن یا زنشون یا خان شوهرشون. برای اون هر کی بالاخره نظر خودش رو داره، من نظر من اینم
بسیار. من خانواده رو پروموت میکنم. بسیار عالی. چقدر موافقم و چقدر تبریک میگم به شما. فکر میکنم شما ایران به دنیا اومدین یا سوئد؟ من توی تهران به دنیا اومدم. تا هفت سالگی ایران بودم، بعد از اون دیگه ایران رفتیم بیرون. و اینجا جا داره که من تبریک بگم به پدر مادر شما با این طرز تربیت و اینکه شما رو اینجوری تربیت کردن، و بهتون واقعا تبریک میگم به خاطر این طرز فکرتون، و امیدوارم که بقیه هم الگویی باشید برای بقیه، الگویی باشید برای جوانای ما که یه مقداری به ازدواج، به زندگی یه ذره قشنگتر نگاه کنن، یه ذره قدر همدیگر رو بیشتر بدونن، به همدیگر رو درک کنن و به هم افتخار کنن. درسته، خواهش میکنم. خیلی یه دلیلش اینه که خیلی نگاتیو استوری خیلی زیاد هستش، خیلی بیشتر ساکسس استوری هم زیاده، اما معمولا اون ساکسس استوری رو شاید شیر نمی کنن. و من دوست دارم اینو شیر کنم که آدم زندگی زن داشته باشه، بچه داشته باشه، سخت هست بچه بزرگ کردن، اما خب شیرینی خیلی خودش هم داره. اینجان جان اصلا پر بس با بازیه، مثلا شب که پامیشی میده از روی سر میاد دارم رو زمین. برای اینکه برنامه ما یه مقدار موزیکال بشه، صحبت میدونیم راحل سوال داری، تو صدای چند نفرم هست که ما میخوایم برات پخش بکنیم، چند نفرم همین الان داری صحبت میکنی برام پیغام دارم برات بگیم، ولی میخوایم یه آهنگ ازت پخش کنیم. ازت یه آهنگ داریم که تا به حال جایی پخش نشده. قبل از اینکه اینو پخشش بکنیم، ورد پرمیرش داشته الان باشه، ازت خواهش میکنم یه توضیحاتی در رابطه این بگو، بعد بریم ما هم دیگه گوش بکنیم این آهنگ رو. چش، اولین توضیحش اینه که دلیلی که دوست داشتم ورلد پرمیر با رادیو یار باشه با این بودش که مهران جان منو وقتی که کریرم شروع شدش تو تپش تلویزیون کار میکردم، تلویزیون تپش، من ویدیومو شروع کردم پخش کردم، بعد اولین اینترویو ایرانیم هم با مهران جان داشتم. بعد از اون اینترویو یه دفعه همه فهمیدن من تازه ایرانی ام، و اون چیز برای من خیلی مهم بود. یعنی مهران جان منو از این پایین برد یه دفعه توی ستاره ها توی ایران بودی، برای همون دوست داشتم خودت. این کامبکی که دارم میکنم و این فعالیت جدیدمو خیلی دوست داشتم بازم با مهران جان عزیز شروع کنم. این آهنگو اکسکلوسیولی در رادیو یار قرار پخش میشه، هنوز بیرون نیومده، و هر کی هم دوست داره گوش بده فقط توی این یه ماه آینده رادیو یار رو گوش بدیم. مرسی. این آهنگو خواهش میکنم بک‌گراندش بگم. این آهنگو من همکاری داشتم با امین بامشاد عزیز که آهنگساز خیلی خوبیه، کارهای خیلی زیادی داشتن. بعد یه سری کاراش هم کار فنیش هم حمید شکاری انجام داده، اونم در ایران هستن، و آهنگ خیلی خوبی 6 و 8 آب تمپو الکترونیک قشنگ صدایی که المنتایی که خیلی در ایران دوست دارن. اسمش هم هستش چه خوبه اینجایی. به به، چقدر عالی، بریم بشنویم. بریم. چه خوبه اینجایی، مثل تنهایی، وقتی تو باشی دیگه میره، دیگه نمیتونه دل دیوونه، باید جوری
کنارم باشی تو کنارم، عشقم تو که به چشمم خیلی خواستی، منم احساسی تا آخر با تو میمونه کنار این دیوونه. چه خوبه این جایی حس تنهایی، وقتی تو باشی دیگه میره، دیگه نمیتونه دل دیوونه، باید یه جوری به دلت بشینه. چه خوبه این جایی حس تنهایی، وقتی تو باشی دیگه میره، دیگه نمیتونه دل دیوونه، باید یه جوری به دلت بشینه. ترانه ای از کامرون کارتیو، آهنگ جدید اون. چقدر قشنگ، ببینید دوستان یه سبک خاص خودش رو داره و اون رو حفظش کرده. کلی لذت بردیم. بابا شما که انقدر کارهای خوب میدین بیرون، چرا انقدر دیر، چرا کمکار شدین، چه خبره؟ خب خیلی لطفاً ممنون که دوست داشتین. مرسی از شما. من دلیلی که خیلی از من سوال کردن تو این سالها چرا این کریری که انقدر خوب بودش چرا گذاشتی کنار، من همون منیجری که صحبتش میکردم با هم خیلی همکاری خیلی خوبی داشتیم، اما به یه جایی رسیدیم که یه ذره طرز فکر اون متفاوت بودش با هم، و به خاطر همین من بعد اکتیویتی هم میذاشتم کنار، چون زیر قرارداد بودم تا 5 سال و نمیتونستم کاری بیرون بدم، باید وای میستادم، و همه این خودش یه پازی انداختش توی کارام، و بعد من تو این 5 سال دیگه یه ذره به کارهای دیگه داشتم انجام میدادم که یه ذره حواسم از موزیک پرت شدش، و یه ذره تیه کمم طعم بدی از بکستیج بیهایند سینز موزیک خاطره بدی براتون گذاشتیم. بله، و یکم هم جوان بودم تو اون سن، خیلی برام همین چیزا خب راحت اومده بود به دستم، زحمت کشیده بودم اما راحت برام به دستم. بله. برای همونم گفتم خب اشکال نداره، بازم همین I will do it again مثلا بعدن، الان که تونستم بعدن هم میتونم. این تصمیم شاید الان نمیگرفتم الان که یه سر سنم بالاتره، چون اون مومنت رو خدا بهم داده بود و من یه ذره هواشو نداشتم. تصمیم شاید الان فکر میکنم اشتباهی بود، اما دلیلی که یکم کم کار بودم به خاطر این بود، زیر قرارداد بودم نمیتونستم. با سونی زیر قرارداد بودم و با اونا هم همینطور نمیتونستم کارهای دیگه بیرون بدم. بعد تا که دیگه یه چند سال گذشت و که همونجور که گفتم خانومم و دلارم رو میت کردم، اون بعد از یه مدتی که چیز شد گفتش واقعا حیفه، چرا این کار ادامه نمیدی؟ اینه خلاصه اینجوری این سلف کانفیدنس منو و این هنر رو بازم برگردون تو زنده کردن. زنده کرد. بله. طرفدارای شما ممنون باشن از دلارام جون که شما رو دوباره هل دادن توی صحنه موسیقی و خلاصه هنر. بله. و خیلی هم خوشحالم این اتفاق افتاد، چون واقعا هنر تو وجودم همیشه بوده هستش، و این یکم خالی بود جاش، الان اون خالیت داره پر میشه. الان بازم استودیوی جدید ستاپ کردم و اصلا خیلی انرژی دارم برای کارهای جدید و کارهای جدیدم دارم انجام میدم دیگه. پس طرفدارانتون باید منتظر کارهای جدید از شما باشن. بله، اما هر ماه نه من دوتا بچه، یه دونه یه سال و نیمه دارم، یه دونه 2 سال و نیمه. اینا هم خیلی وقت میگیرن. اسم پسر بزرگم هستش الیان، اسم پسر کوچیکم هستش آدریل، و اینا اسمشون معنیشون اینه که الیان یعنی God is greatest، یعنی خدا بزرگترینه، و آدریل هم هستش به نام خدا. به به، چه اسمای قشنگی خودتون انتخاب کردین با دلارام جون؟ بله.
نه مامان بابای دلارام جون معمولا اینجوری. آخه نه خب بالاخره یکی پیشنهاد اول میده آدم مثلا آره. من خب خواهر من پیشنهاد یه دوستش بهش داد خیلی خوشش اومد همونو گذاشت. مامان بابای دلارام البته اپروف کردم ما با اونها با همه چک اپروف کردم خواهر توکلی اخراجه اونا اوکی دادن اونا مثل ما اوپن مایندد هستن خیلی خیلی گفتم پدرمادر خیلی خوب بودن اصلا خیلی خانواده خیلی خوب بودن اونا هم منو چقدر سپورت کردن یعنی واقعا خیلی خیلی دفعه هستن که شاید مثلا خانوم آدم سپورت کنن اما پدرمادر میگن نه این نه. کارا درست. چیه هنر چیه بیا برای نمیدونم چی چیز کن اونا واقعا میتونم بگم بزرگترین فنای من پدرمادر دلارام هستن اصلا خانواده دلارام هستن و این خودش به من خیلی انرژی داد خانواده خودم که بازم برگردم پشت کیبورد بشینم بهش ملودی بنویسم شعر بنویسم با هنرمندهای دیگه آهنگسازهای دیگه هم گفتم مثل امین بامشاد حمید شکاری با اونا بتونم بازم در تماس باشم که با هم دیگه یه تیم بشیم یه آهنگای دیولپ کنیم که پس شد. بله همینقدر که شما انقدر خدا رو دوست دارین گویا خدا هم شما رو دوست داره چون دست به هر کاری که میذارین همیشه بهترین و موفق‌ترینه و همه چی سر راهتون بهترین همیشه بوده چه خانواده نازنینتون همسرتون کارهای توپی که دادین بیرون و همه چقدر دوست داشتن و هنوزم که هنوز بعد از این همه مدت هنوز آهنگای شما طرف خودتون تا یک دوستی برای ما نوشتن آقای علی که بهشون بگین من از روز اول طرفدارتونم و همچنان هم طرفدارتون خواهم موند که گفتیم اسمشون رو حتما بگیم زنده باشی علی جان مرسی مرسی من اولین باره که با شما صدای شما رو میشنوم و میخواستم بگم یکی از با اخلاق ترین هنرمندانی هستین که من دیدم و بهتون افتخار میکنیم لطفاً همه هنرمندای ما عزیز هستن و خیلی کاراشون هم درسته اما خب خیلی ممنون که نظر شما بذار من یه سوال از کامرون کنم کامرون من یادم میاد که اول آرش خواننده خونم از سوئد هستش اومد بیرون با یه سبک خاص بعد من تو رو شنیدم آهنگای شما رو خیلی سبک تقریبا به همون کوالیتی خوب و با ارزشی بود که آرش داشت به بازار میداد من یه مقایسه ای دارم اینو میکنم و تو هم در همون سطح خیلی خوب و عالی بودی چرا چی شد یه دفعه اینقدر کنار گفتی یا یه سری قرارداد داشتی و نمیدونم چیزا ولی خودت هم آیا این احساسو کرده بودی که داری رقابت میکنی با یکی در صحنه واقعا داشت خوب میتازید اون موقع ها بله خب من بزنم بگم درباره این موضوع من آرش به یکی از بهترین دوست پرایم نه الان قبلا از سن 10 سالگی 11 سالگی ما با هم توی یه جا زندگی میکردیم بعد هم مدرسه ای بودیم بعد از اونم گروه با هم داشتیم استودیوهایی که با هم رفتیم یعنی با هم توی گروه بودیم دیگه بعد برای همون سلیقه آهنگی و این چیزا یه دست بوده شبیه هم بودیم هنوزم یکی از بهترین دوستام آرش الان چند سال ندیدمش به خاطر اینکه آمریکا هم. البته هر دفعه میاد آمریکا مثلا برنامه ای داره میریم همدیگر رو میبینیم رو صحنه همیشه یعنی واقعا اینقدر پسر اینقدر با معرفته همیشه رو صحنه من همیشه تو آدینس بودم درباره داستان ما میگه و میگه به یکی از دوستای خوبم که امران تو اینجا نشسته یعنی واقعا مثل برادر میمونیم چون بچگی با هم بودیم و هیچ وقت این به نظر من این شاید از بیرون این احساس رقابت و این چیزا بوده اما اصلا این چیز نبوده من آهنگ درست میکردم یه آرش همینطور قبل از که آهنگا بیان بیرون برای هم دیگه پلی میکردیم میگفتیم آرش نظرت چیه که اون میگفت کامرون نظرت تو چیه خلاصه حتی اگه چیزی هم بودش با هم کمک میکردیم همدیگه رو مثلا اینو اینجاشو عوض کن اونو اونجاشو عوض کن همکار پشت صحنه همکاری داشتیم تا چیز یکی از آهنگامون بیان نزدیکتر رو آرش خیلی رول زیادی توش داشتش از لحاظ ملودی و شعر و اینا با هم همکاری کردیم درسته پابلیکلی درست ننوشتیمش جایی اما خب پشت صحنه‌اش این بوده یعنی هیچ رقابتی هیچ وقت بین ما نبوده هر جفتمون همیشه خوبی همدیگه رو خواستیم و هنوز که هنوز دوستای خیلی خوبی هستیم عروسی آرش من اتفاقا خوندم یکی از بسمناش بودم
چونم چقدر خوب خیلی خیلی پس تو رقابت نمی کنی رفاقت می کنی منظور رفاقت خیلی زیاد بله خیلی هوای هم دیگه هم داریم خیلی خوب خیلی هم یه دوستی از شیراز از ایران نوشتن که چقدر آقای کامرون کارتیو باحال و با احساسن و چقدر نازنینن سلام من آقای مسعود هستن از شیراز به ایشون برسونید انشالله همیشه شاد و خوشبخت باشن و اینکه یه دوست دیگه هم برای ما نوشتن که میشه ازشون بپرسین که کنسرتشون حالا که انقدر قوی و پرقدرت برگشتن آیا فکر تر تصمیم این هستن که کنسرتی بذارن ما باید منتظر باشیم یا نه؟ من اول مسعود جان خیلی ممنون از مسیج قشنگت واقعا خیلی هر کلامی که اینجوری میاد واقعا منو خیلی دلگرم میکنه خیلی ممنون و دوست عزیز بعدیمون کنسرت of course از soon as که از یعنی بشه کرونا تموم بشه و بازم برگردیم به روال معمولی من 100% دوست دارم کنسرت بزنم تور بزنم تو تور کل دنیا یکی از باحالترین احساسای یه هنرمند اینه که رو صحنه وایسه بعد از اونم وقتی که آهنگاتو بشنسن مردم باهاش میخونن دوستای عزیز که پول دارن و زحمت کشیدن اومدن اونجا وقتی که دارن چه آهنگا رو باهاتون میخونن و اون انرژی که به آدم میدن اصلا مثل هیچ چیز دیگه ای نیستش اینو 100% همه هنرمندای دیگه هم گفتن اما گفت دیسکرایب کردنش توضیح دادنش خیلی سخته وقتی که آدم اون بالا وایستده اینقدر عشق در لایو میاد به سمت صحنه اون این احساسش خیلی احساس خوبه و واقعا هم دلم تنگ شده آخه آقای سپهرم میگه ما آلمان هستیم آلمان هم کل میایین برای کنسرت آره دیگه هر جا بتونه میاد دیگه کل که با کل به آقای سپهرم میگم سپهرم جان واس ماخست دو هویت آبند او تو بلدی او بارک الله آقا ایشلی بدی حالا که اینجور شد ایشلی بدی ممنون نه جان ایشلی بدی تو خب کل 100% اگه زم گفتم زمانش بشه حتما میام من اتفاقی خاطره خیلی خوب دارم از کلن ارینا کلن ارینا یه جایی هستش 15,000 نفر آدم جا میشه توی یکی از برنامه ها بودش که اونجا بودم خاطره خیلی خوب دارم از کلن ارینا اگه خدا بخواد 100% بازم برمیکنه اونجا رو بتره کنم انشالله فرامرز و جواد و اینا برنامه رو گذاشته بدن نه؟ راستش یادم نیست چرا معمولا کلارنا فرامرز و جواد اخوان و این چیزا و اینا بچه بله 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 اخوان و اسمشون آشناس بچه هاش که هر دوتا خواننده بودن دیگه امید و آره آره بله امید جان نوید امید نوید امید آره بله اونا هم خیلی هنرمنده یکی هستن خیلی پسرها خیلی هم هستن چند تا فایل صوتی داریم اینا رو گوش بکنیم این آقای علی رو بگم و بریم آقای علی میگن که بهشون بگید میشه بیان استانبول که تا اونایی که طرفدار شما هستن توی ایران ما هم بتونیم بیایم ببینیمتون ما خیلی منتظرتونیم آقای علی اینجوری پیام دادن که ترکیه هم بیاین استانبول علی جان حتما خیلی ممنون از مسیجت 100% زمانش بشه اونجا میام من ترکیه تا به حال نبودم و خیلی هم دوست دارم بیام اونجا شنیدم خیلی ایرانی از اونجا میتونم بیام و هستن اونجا هم خیلی دوست دارم از سونست که بشه حتما میام ایسالا بریم صدا رو گوش بدیم سلام و درود به خواننده بین‌المللی عزیز کشورمون آقای کامرون کارتیو که با آهنگای قشنگ و پر انرژیشون برای ما یه دنیا خاطره درست کردن واقعا ممنونیم ازتون و همچنین ممنونیم از رادیو یار که این برنامه رو تدارک دیدن باز خوشحالی هواداری آقای کامرون بشه طرفدارتون مهندادگر از کرج سلام سلام و درود به خواننده بین‌المللی عزیز خب از کرج بود کامرون جان خیلی ممنون اسمشون رو نشنیدم اما خیلی خیلی ممنون از مسیج قشنگتون واقعا دلم خیلی گرم شد اسمشون رو گفتن اسمشون رو فکر می‌کنم گفتن الان من پیدا کنم اسمشون آقای توکلی می‌خواید یه بار دیگه اولش رو بزنیم اسمشون رو کامرون کارتیو که با آهنگای قشنگ و پر انرژیشون برای ما یه دنیا خاطره درست کردن واقعا ممنونم آقای معین معین عزیز خیلی ممنون از مسیج قشنگت واقعا خیلی خیلی خوشحالم کردی و ممنون که آهنگامو دوست داری و
فالوورم هستین. مرسی. سلام استاد، سلام به رادیو یاری های عزیزم و مهمان عزیزمون که امروز تشریف آوردن، قدم روی چشمای ما گذاشتن، خیلی خوشحالمون کردید. یادم رفت خودم معرفی کنم، مهین هستم از مونیخ. انشالله که همیشه موفق باشید، آرزوی موفقیتتون رو دارم. ازتون دو تا سوال داشتم عزیزم. یکی این که چند وقت شما به این عرصه هنر پا گذاشتید و دومین سوالم که هدفتون در آینده چیه؟ خیلی خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم، روزتون خوش. مهین جان خیلی ممنون از مسیجتون، امیدوارم دارین این برنامه رو گوش بدین. میشنوم. بله من از تقریبا 12 سالگی موزیک رو شروع کردم، یعنی یاد گرفتم که اینسترومنت بزنم، اونم تو مدرسه های سوئد. یکی از کلاس های، یعنی کلاس تو خود مدرسه، یکی از چی میگن سابجکت هایی که بایدیه موزیکه، یعنی باید بری سر کلاس موزیک هفته یه ساعت. از اونجا من علاقم به موزیک بیشتر و بیشتر شد و از سن 16 سالگی شروع کردم آهنگ نوشتن و تو استودیو کار کردن. سوال دوم یادم رفت. سوال دوم گفتن که نفت منم یادم رفت. مهران جان اومد شاگرد اول کلاس بشه، من یادم سوال دوم بزنیم چی بود. سلام به رادیو یاری های آینده. ببین بازم خودت آکش دادم که شاگر ممتاز به ستاره یک چیزی بغل ما بزنیم بهتون $10 توی جل تاک میدیم. باشه. برنامه آینده هم من آف کورس که خوب تو کار موزیک میخوام ادامه بدم، آهنگ جدید بیرون بدم و یه پشن دیگه ای که دارم، یه پشن فارسیش نمیدونم چیه، یه پشن دیگه ای که دارم اینه که آشپزی من تو همیشه تو وجودم بوده و مدرسه رفتم براش، سالها برای اونم کار کردم، اما یک روزی میخوام یک رستوران خیلی خیلی های اند که میشلین ستار لیول باشه، میشلین ستار جمعیه تاپ ترین رستوران های دنیا و غذاهای ایرانی رو و یه ذره وسترنایزش کنم به یه ستایل خیلی 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 مدرن. هنرمند میتونم بگم، هنرمند دیگه هم هستش که این کار رو الان دارن در دبی انجام میدن توی ورساچی، خیلی آشپز خیلی خیلی خوبی هستن و توی منصور اسمشون منصوره. من توی اینستاگرام فالوشون میکنم چون واقعا خیلی کارشون درسته. اون گول بعدیمه که توی آمریکا توی لس آنجلس یه روز یه رستوران فاین داینینگ که میری اونجا مثلا $500 خرج میشه برای هر نفری، تاپ آف دی ناچ، اما غذاهای کلاسیک ایرانی رو به سبک خیلی خیلی جدید. این یکی از گولامه، یکی از هدفامه. آها، پس شما این کارو کردین الانم یا نه؟ تو قبلا این کارو کردین یا نه؟ نه، این کاری که تو الان تو نه هدفه فعلیت من هدف. انجام ندم. کسی دیگه یه آقای دیگه هستن تو دبی تو یکی هتل ورساچی که اسمشون هست منصور، یه اونم میشلین استار شفه، خیلی کارشون درسته. اگه گوش بدی منصور جان، من باش آشنایی ندارم اما خوب سلام. یه روزی هم دوست دارم برم تو دبی اون رستورانشون غذا بخورم، چون هنرمند فقط تو کار موزیک و فیلم اینا نیستن، تو آشپزی کلمه فارسیش آشپزی اما تو خارجی بهش میگن culinary art که هنره، واقعا هنره و این هنرمند هم واقعا دوستشم یه روز از نزدیک ببینمش و غذاشو امتحان کنم. فایل صوتی بعدی. سلام به هنرمند عزیز و جوان خوبمون کامبرون کارتیه عزیز،
خوشحالم که در برنامه یاران در رادیو یار و لایو شرکت کردین. با آرزوی موفقیت برای شما خواهش می‌کنم یک توضیح در مورد برنامه‌های آینده‌تون برای ما بدی. سپاسگزارم. بله، ایشون خانم پریچه هستن، از ایران بودن که خب شما توضیحا رو دادی دیگه، همه رو دیگه فکر میکنم. خیلی ممنون از مسیجتون. بله، این توضیحا رو دیگه جایی کم همین صحبتی بود که همین الان کردم، امیدوارم این جواب داده باشه سوال قشنگتون. بله، خانم پریچه هستن. سلام به راهل خانم گل، مهران نازنین و همه اعضای خانواده رادیو یار. یه سلامی هم بدیم خدمت کامرون کارتیو، این هنرمند عزیز کشورمون که امروز مهمان برنامه هستن. میخواستم بگم کامرون جان، من کاراتو خیلی گوش کردم، خیلی دنبال کردم، خیلی کارت قشنگی کارات و یه نوآوری تو موزیک ایران هستش، یه سبک خاصی برای خودشو داره. اگه خاطرم باشه درست، یکی از آهنگاتون، حالا یکیش که من الان یادم به تو ذهنم هست، یک زبانی بود که شما گفته بودی که خودت و برادرت با همین زبان رو درست کردین. میخواستم یه مقدار توضیح در رابطه با این بدین که چجوری شد و این فکر از کجا رسید و الان در چه مرحله یه کاری بیشتر باهاش کردین یا نه. امیدوارم که همیشه در زندگیت هم خصوصی و هم کاریت موفق باشی، سلامت باشی. بعد بدون که ما همه دوستتون داریم، فرشاد و پریسا از اسلو. از اسلو. فرزاد جان، پریسا جان، هوپس آلت برام ایر تک فر دید میدلنده یا به یه دیت گلاد شم بگلاد شم بگلاد تک فر. من همونجوری که اول یکم برنامه گفتم توضیح آهنگ روما اینا، این فکر کنم همون اون ادامه همون اونه. آهنگو با برادرم ننمیشم، اما ویدیوشو برادرم درستش کرده، الک، و اون همون یه دونه آهنگ بود، همون نمونه طبعا. بودش و گفتم این کلامو فکر می‌کنم خدا گذاشته بود توی زبونم و توی ذهنم که بتونم اونو رو قلم بنویسم و زفتش کنم. آره، این جواب دادی، حتما از اول برنامه با همون بوده، شنیده. بله حتما. هاین یت یت برا افتون بیهرش. آقای ساهین برامون نوشتن که باعث افتخار جامعه هنری در کل دنیا هستین، جامعه هنری ایران در کل دنیا هستین و بهتون افتخار میکنی. لطف داری شاهین جان، خیلی ممنون، خیلی ممنون از مسیجتون، ممنون. مسیج بعدی. ضمن عرض ادب خدمت آقای توکلی و راحله عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام ویژه خدمت آقای کامرون یا همون هلو. کامران خودمون، خیلی خوش آمدی به برنامه خودت کامران عزیز. خیلی خوشحال هستم که صدای شما رو میشنوم. خیلی آهنگاتون رو دوست دارم، بسیار بسیار صدای خوب و آهنگاتون بسیار به دل میشینه. فقط افسوس که کمی کم رنگ شدید، یعنی اول خیلی خوب اومدید به همونطور که خودتون گفتید، ولی خب به هر حال امیدوار هستیم که مجددا شما رو تو عرصه هنر ایرانی ببینیم. سوالی که دارم این که تجربه خودتون رو با آقای خالد لطفاً بگین، چون آهنگ هناخ بسیار بسیار من یادمه تو زمان خودش بسیار گل کرد و من خودم یکی از طرفدارهای پرپاقرص این آهنگ بودم و هنوزم گوش میدم، یعنی هنوزم به عنوان یه آهنگ شاد توی تلفنم دارم و همیشه گوش میدم. آیا مجددن فعالیت خواهید داشت، حالا یا با خالد یا با خواننده های دیگر ایرانی یا خارجی توی برنامه‌تون هست؟ ممنون میشم اگر که توضیح بدین. و اینکه امیدوارم که هر چه زودتر کارهای قشنگ و زیبا و صدای زیبای شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون که تشریف آوردین، میبوسمتون. مهرنوش هستم از تورنتو. به به، مهرنوش جان سلام، خیلی ممنون از مسیجتون، خوشحالم کردین. و سوالی که شما کرده بودیم، خاطره‌ای که با خالد دارم
خالد خیلی آدم خیلی خیلی خوش برخوده. اگه به نظر شما من خوش برخوردم، اون ده برابر بهتره. خیلی خیلی همیشه لبخند رو لبشه، تو ویدیوهاش هم نگاه کنید همیشه لبخند داره، یه لبخند خیلی خاصی هم داره، یادم واقعا درسته میگیره. واقعا صدای خیلی خوبی داره و ما واقعا با هم کلیک کردیم. مثلا همون لحظه اولی که با هم دیدیم همیشه با هم بودیم، همیشه همدیگر رو بغل میکردیم. اونم میدونیم بالاخره میدل ایسترن و این نزدیک بودن دو تا مرد اوکیه، بغل کنن و دیگیم فای بدن اینا. برای خبره وسترنیا اینجوری نیستش، برای خارجی دیگه. برای هم خیلی خیلی باهاش احساس خوبی داشتم، نزدیکی. فقط یه چیزی که مانع بودش، اونم انگلیسی خوب صحبت در اون زمان نمی کردم، خب همیشه مترجم اونجا بود که بتونه حرفامونو برای هم دیگه چیز کنه. اما خب انگلیسی صحبت می کرد، اما نه من یه چیزی رو بگم، عذر میخوام میونه کلامتون اومدم، چون تایم رو من باید ببینم. برنامه بعدی ما 9 دقیقه دیگه شروع میشه، ما 9 دقیقه بیشتر وقت نداریم و کلی صحبت داریم، کلی فایل های صوتی هم هست. اگه میخواهید فایل های صوتی پخش بشه، باید پشت سر هم اینا رو پخش بکنیم، یک جا جوابشون رو بدین، همه رو تو 9 دقیقه ما تمومش بکنیم. چیکار کنیم؟ فایل های صوتی رو بریم همه رو. پس لطف کنید گوش بکنید. بله، بعد گوش کنید و در آخر سر بهش جواب بدید. خیلی ممنون، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در سراسر کشور. من علی پرهام هستم از ایران و 15 سال طرفدار کامرون جان هستم و یعنی با موزیکاش بزرگ شدم دیگه و یه جورایی تحت تاثیر موزیکاش قرار گرفتم در زندگی و خیلی دوستش دارم خلاصه و خیلی خوشحالم که الان صداشو دارم به صورت لایف میشنوم. سلام آقای کامرون کارتیو، من مسعودم از شیراز بهتون سلام میکنم، امیدوارم که شاد و سالم باشید. چقدر خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم و شما اسم بنده رو به زبون آوردید، منت گذاشتید. ما کاراتون رو خیلی دوست داشتیم، حالا دیگه یه مدت نبودید، چقدر خوشحال شدم که دوباره برگشتید و چقدر خوب که میبینم شما اینقدر با احساس هستید، اینقدر فامیلی هستید، اینقدر عاشق خانواده و بچه و اینجور چیزا هستید و خیلی لذت میبرم. البته من خودمم خیلی پسر فامیلی هستم، همه یه دار و ندارم از دنیا مامانم هست. مامانم همیشه میگه من تنها آرزوم قبل از اینکه بمیرم اینه که، البته دور از جونش، میگه دوست دارم تو خواننده بشی، یعنی من البته صدای خوبی ندارم، ولی با همین صدای خوبی که ندارم میخواستم یه چیزی واسهتون بخونم، امیدوارم اینو تقدیم کنم به شما. خیلی چیز زیادی به ذهنم نرسید تو این فاصله زمانی کم، ولی گفتم اینو واسهتون بخونم، امیدوارم که دوست داشته باشی. تقدیمش میکنم به شما. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، آی دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. آقا ما واقعا شما رو دوست داریم، کاراتون واقعا زیباست، واقعا زیباست، مخصوصا کاری که با آقای خالد خوندین. واقعا هم استایل کاراتون خیلی زیباست، همین که خودتون آقای خوشتیپ و خوشگلی هستید، امیدوارم که همیشه سالم و شاد و خوشبخت باشید. خدا نگهدار. سلام سلام خوشگلای من، چطوری؟ روزتون بخیر باشه. میخواستم سلام عرض کنم خدمت مهمون عزیزمون که امروز تشریف آوردن، خیلی لطف کردن به برنامه قشنگ رادیو یا، و سلام عرض کنم خدمت راهله جونم آقای توکلی. آقای کامرون خیلی دوستتون داریم، آهنگاتون خیلی جالبه، خیلی باحاله، یعنی خیلی رنگی و قشنگ و واقعا نمیدونم، برای هر چیزی خوبه، هم برای مهمونی خوبه، برای پارتی خوبه، برای ورزش خوبه. میخواستم فقط خدمتتون سلام عرض کرده باشم و ازتون تشکر کنم که اومدین به برنامه قشنگ رادیو یار و خیلی ممنون که خاطراتتون رو و همه چیزا رو با ما شیر کردین و برای ما گفتین، چون اصولا شرمنده ها همه دوست دارن که بدونن هنرمند مورد علاقهشون مثلا کجا هستن، کجا کار میکنن، خانواده شون و از تمام
مسائل زندگیشون باخبر بشن. خیلی ممنون که اینقدر صادقانه همه چی گفتین، خیلی برام جالب بود، خیلی برام جالب بود. ان شاءالله که هر جلسه موفق باشین. خیلی آهنگاتونو دوست داریم، صداتون که حرف نداره. ان شاءالله که موفق باشین. و خیلی دوست دارم بدونم که شما اگه بخواید مثلا کنسرتی بذارین کجا میذارین، مثلا کانادا میان یا نه، یا چه شهری میان. ممنون از لطفتون، ممنون راحله جون آقا توکلی، قربونتون با این برنامه‌های قشنگ. زولی و حجی از کانادا. سلام کامرون جان، حال شما خوبه؟ مشتاق دیدار. انشالله که بعد از مسئله کرونا کنسرت بذاری، انشالله بتونم زیارتت کنم. یه سوال داشتم، خواستم اینم از طرفدارات تو ایران کیا رو میشناسی دقیقا؟ مرسی. کامرون جان، رضا هستم، عذرخواهی میکنم که خودم رو اول معرفی نکردم. 10 ساله که طرفدارتم. خواستم ببینم چطور میتونم باهات ارتباط برقرار کنم. خب دوستان عزیز و کامرون جان، 4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، بریم در اختیار شما هستش. واو، چقدر مسیجای زیبایی. حیف که وقت کمه، واقعا خیلی دلمو گرم کردین. علی پرهام جان عزیز، خیلی ممنون از مسیجت، واقعا خوشحالم که میشنوم کارایی که کردم تاثیر روی بقیه گذاشته و یکیشون شما باشی. مسعود جان، حرف مادرتو 100% گوش بده، چون صدای وحشتناک قشنگی داری، خیلی صدای قشنگی داری، خیلی خوب خوندی. چی میگم، حتما یه ارجو شده یا آهنگ ضبط کن که حداقل برای بیرون امنت برای خودت داشته باشی، چون خیلی با ارزش خواهد بود. آهنگ هیچ وقت همیشه داریش، هیچ وقت قدیمی نمیشه، هیچ وقت هم گم نمیشه. زولی جان و حجی جان عزیز از کانادا، من 100% کانادا حتما میام، که خودم تو لس آنجلس هستم، البته تو اورنج کاونتی هستم، یه ساعتی با لس آنجلس فاصله داره، اما کانادا نزدیک ماست. یکی از برنامه‌های خیلی خوبم تو کانادا بودش، تو تورنتو بودش و تورنتو رو خیلی میس میکنم، البته سرماشو نه، اما مردمشو بله. خیلی سرد بود، تازه من از سوئد اومده بودم، میگفتم خیلی سرده، ببین چقدر سرد. بعد رضا جان عزیز، مرسی از مسیجت. شما میتونین با من در تماس باشین تو اینستاگرام من، اگه برین کامرون کارتیو بزنین، بعد اونجا بر من مسیج بدین، من میبینم و سعی میکنم حتما جوابتون رو بدم، برای من مهم هستین. مرسی، خیلی ممنون رائل جان، خیلی ممنون مهران جان از این اینترویوی درجه یک، من خیلی حال کردم. خیلی حال کردم. میخواستم کل باهات شوخی کنم، وقت نشد. ببینید الان باید به خاطر اینکه وقت کم بود و اینجوری شد، باید یه قول دیگه از شما بگیریم برای اینکه یه مصاحبه دیگه، یه گفتگوی مصاحبه کنه، یه گفتگوی خودمونی دیگه با شما داشته باشیم، چون دوستان خیلی سوال پرسیدن، کلی سوال مونده، ولی شرمنده وقتمون تمومه. و اینکه یه قولی از شما بگیریم که یه بار دیگه به برنامه ما بیاین و به ما افتخار بدین. 100% یه بار چیه؟ 100 بار دیگه میام تا بگید یه بار نیا. بس. مرسی. امیدوارم ما همین جدید خوشتون بیاد. خیلی عالی بود. مرسی. خیلی ممنون. تا لحظات دیگه فایل این برنامه، فایل صوتی این برنامه رو که داشتی برات میفرستیم توی تلگرامت که بتونی بشنوی بیشتر. مرسی. مرسی. خیلی خوشحال شدیم، موفق باشید مثل همیشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا رسیدم، رسیدم تو رو دوباره دیدم، سیدم رسیدم. مشطوب مع هتزول كل هموم، هذا حبي بورتوجور وما يعيبوني فيها، قلبي منها مشطوب مع هتزول كل هموم، هذا حبي بورتوجور وما يعيبوني فيها. رسيدم رسيدم انترودو بارديدم، نسيت نسيت نسيت.
دوستان عزیز، اینم از برنامه امروز ما. امیدوار هستیم که برنامه یاران مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بعد از این برنامه، برنامه زیبا و قشنگ و دوست داشتنی دلی بیقرار از مسعود فردمنش رو شما خواهید شنید و مطمئن هستم که خیلی به دلتون خواهد نشست. و بعد از اون برنامه نیشخند، برنامه بچه های آلانیا. خدا روزی رسان توست، دیروز، امروز، فردا و همیشه. او تو را دوست دارد. همه ی دل با پسیحات رو بهش بسپار. ایمون داشته باش در پناه او که باشی آرامش سهم قلب توست. آرزو میکنیم آرامش سهم قلب تک تک شما نازنینان باشه. خیلی خیلی دوستتون داریم. به خدای بزرگ میسپاریم اتون. مواظب خودتون باشین، مواظب همدیگه باشین و زود زود برمیگردیم. در ادامه گفتگوهای هنری با خوانندگان و هنرمندان ایرانی جمعه این هفته با اسی خواهیم بود. برنامه‌ای که شنیدید کاری از گروه برنامه‌سازان رادیو یار به اسم یاران بود. شب و روز بر همگی شما خوش.